انسان بالاجبار و ناخودآگاه به دلیل در رحم و در دوران نوزادی و وابستگی متکی کامل به مادر دارد و به تقویت و به تعلیم و به تشویق به جاده استقلال گام گام قدم برمی‌دارد و در این جستجو در پی نیاز و آرزو خوش اقبال کسی هست که با عشق و خرد آشنا شده و همراه گردد، چرا که توان زندگی پیروزمندانه را خواهد داشت. عشق هدیه‌ای سلاحی که از طبیعت ذات خدا بهره می‌گیرد و نه از ایجاد علاقه و نه از وابستگی، و خرد مکاشفه است ماورای علم انسانی که به تجربه و نه هوش و استعداد بلکه به توسط روح القدس بر ایمانداران حقیقی به خدا که مشتاق آن می باشند داده خواهد شد. همون گونه که این شاعر نیز اعلام می کنه: نمی میرد دلی که از عشق می گوید و دستانی که در قلبی نهان مهر می کارد، نمی خوابد دو چشم عاشق نور و طلوع روشن فردا و خاموشی ندارد آن لبان آشنا با ذکر خوبی ها، نخواهد مرد آن قلبی که در آن عشق جاوید است. هر دوی اینان یعنی عشق و خرد که از طرف خداوند هست و در اصل الهی هستش، به انسان این اقتدار و این قدرت رو میده تا زندگی سالم داشته باشه، یعنی قدرت زیستن در امنیت، در آرامش، در خوشی، در سلامتی، حتی در امید به رستگاری که مطمئن هستش که رستگار خواهد شد. و این قدرت در وجود آدمی از همان ابتدای خلقت در برنامه و تصمیم و عمل کرده خدا بوده. همه به خوبی میدونیم که در کتاب مکاشفه 1:27-28 سخن از هدف مقدس خلقت میکنه و اینو بارها خوندیم و هر بار که میخونیم برای ما نیز بهتر از گذشته این هدف مکشوف و باز میشه. اعلام میکنه: پس خدا آدم را به صورت خود آفریده. پس اگر ما به شباهت خدا آفریده شده باشیم، از ذات خدا باید بهره گرفته باشیم، از اون قدرت خدا نیز باید بهره داشته باشیم. پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد. که اینجا وقتی صحبت از برکت میکنه، همون امید جاودانه، همون عشق جاودانه، همون حیات جاودانه، همون نجات جاودانه هستش. پول نیست، نیاز زندگیت نیست. خدا برای اونها، برای ما برنامه داره، اما اینگونه نبود که نیازهای مادی ما برکت باشه. برکت یعنی شکل خدا شدن، روش کردن در مسیر عدالت او. و خدا به دیشان گفت بارور و کثیر شوید. این قدرت رو انتقال میده خدا از خودش که انسان دارای این قدرت باشه که بتواند کثیر بشه. و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید، حاکم باشید. در این پکیج برکت مجوز استفاده نمودن از توانایی و عطایای روح القدس به آدم و حوا داده شد تا بتوانند خود و خانواده خیش و هر آنچه که دارند رو در مسیر عدالت، محبت، حکمت تحت اراده خدا حفظ کنند. یک بار دیگه میگم، ما باید با این سه اصل زندگی کنیم به عنوان فرزندان خدا. عدالت، میتونید شما بگید؟ محبت و حکمت، که متاسفانه بر اثر عهد شکنی که همه خوب میدونیم، آدم و حوا انسانها را از این برکت که همانا قدرت روح القدس میباشد دور کردن. مگر مردان و زنان ایماندارانی که در طول کتاب مقدس اشاره میکنه که خدای اونها چه نامی داشت؟ یهوه نام داشت، توانستن به کمک قدرت خدا از رنجهای دنیا برهانند، دیگران رو و نیز خودشون رهانیده شدن. مزمور 20
از آیه 6 الی 8 از شریف براتون میخونم که داوود پادشاه این گونه اعلام میکنه: اکنون میدانم، یعنی میگه الان میبینم، اکنون میبینم، اکنون میدانم که خداوند به برگزیده خود کمک میکنه. مگه ما برگزیده خدا نیستیم؟ آمین. میتونی بگی من برگزیده خدا هستم؟ هللویا. اعلام کن، اعلام کن و باطل کن تمام صداهای منفی که در طول هفته خودت حتی به خودت گفتی. حالا باید اینا رو تقویت کنی در خودت. دوباره اعلام کن: من برگزیده خدا هستم. چون شیطانی رو میشنوه ناراحت میشه. اکنون میدانم که خداوند به برگزیده خود کمک میکند و از مکان مقدس خود او را اجابت مینماید و به قوت خود او را به پیروزی عظیم میرساند. داوود پادشاه داره میبینه. داوود پادشاه نمیگه انجام شد. داوود پادشاه به این باور نداشت. نخورده شکر نکن. داوود پادشاه قبلش داره شکر میکنه. فرزند خدا قبلا میبینه، میبینه و اجازه و مجال به سخن و زبانش نمیده که سخن منفی بگه، شیطان رو خوشحال کنه و خودش رو نیز به پایین بکشه. قوت خود او را به پیروزی عظیم میرساند. گروهی به عرابه های خود، اما ما به قدرت خداوند، یعنی همون روح القدس، خدای خیش اعتماد میکنیم. آنها شکست میخورند، اونهایی که با قدرت های زمینی فقط دارن اعلام پیروزی و موفقیت میکنن و تکیه بر اون دارن، آنها شکست میخورند و میافتند، ولی ما برمیخیزیم و با اطمینان کامل میایستیم. آمین. این پیام مال شماست. این پیام برای سال آیندته. با این پیام زندگی کن. و شاعر نیز اعلام میکنه: بنازم قدرت دست خدا را بران قوت، بران قدرت که هیچ بازو ندارد. چیزی نیستش که خودشو نشون بده، اما ایمان رو در دل من و تو کاشته تا این قدرت رو احساس کنیم. اما گیرنده قدرت، قدرت روح القدس، میباید جرأت و شجاعت استفاده از اون رو نیز داشته باشه. چون ما در دستان خداوند همچون عروسک های خیمه شب باز نیستیم که خدا همون گونه که میخواد با ما نیز انجام بده ما رو کنترل کنه، بلکه انسان آزاد آفریده شده و در اصل آزاد و به اختیار خودش میتونه زندگی کنه. برای نمونه موسی شخصی بود قبل از این که خدا بخواد از اون استفاده بکنه، موسی دست به اعمال و رفتاری زد که آنچه را که برای قوم اسرائیل میتوانست بهتر بشه بدتر کرد. موسی مخالف فرعون بود، مخالف ظلم و ستم بود، اما خودش رو اجازه نداد تا با قدرت خدا عمل کنه، به اقتدار خدا عمل کنه. پس به فکر خودش عمل کردش. اما زمانی که موسی آموخت میباید تحت قدرت خدا زندگی کنه، خداوند به اون زمان به اون قدرتی داد که تحت اون قدرت بتونه قوم اسرائیل رو نجات بده. در خروج 9:16 میخونیم، اعلام میکنه: لیکن به خاطر این تو را تا به حال زنده نگاه داشتم. اجازه نداد فرعون بکشتش، اجازه نداد که روزگار اون رو از بین ببره. لحظه فکر کن، از دوران کودکی چه آنچه را که از والدین خودت شنیدی و چه تجربه کردی، چقدر خطرات از کنار تو رد شد، اما امروز زنده هستی. یه چند ثانیه روش فکر کن. به من نگاه نکنید، به اون شرایط نگاه کنید، که لحظه چشماتونو ببندید، لحظه چشماتونو ببندید، واقعا فکر کن. از مادر، از پدر، از عمو، از دایی شنیدی که اتفاقای توی دوران کودکی برای شما افتاده، اما خدا شما رو حفظ کرد. در این رشد، ازدواج، چقدر اتفاقا برات افتاده، بازم خدا تو رو حفظ کرده تا این خبر خوش نجات به گوشت برسه. میتونی بگی خدا رو شکر، خدا رو شکر کن براش، خدا رو شکر کن براش، چون که دلیل داشته خدا شما رو امروز
زنده نگه داشته. لیکن به خاطر این تو را تا به حال زنده نگاه داشتم که قدرت خود را نشان دهم و نام من در سرتاسر جهان مشهور گردد. ما امروز زنده هستیم، نام یهوه را در جهان به طور خاص در بین ایرانیان اعلام کنیم که خدای حقیقی یهوه است. دوست، فامیل، همسایه است، همکار، خجالت نکش. اگر دوستش داری قبلش دعا کن، بهش بگو الله خدا نیست، الله بوته. اگه میگه عربی رو دوست داره بگو رب خداست، الله خدا نیست. هوشیار باشیم. علت این همه بیبرکتی توی کشور عزیز ما یکی از دلایل بزرگش اینه که مردم نمیدانن و بت پرستی میکنن و باید ملت ما آزاد بشن. و مطمئن باش امروز خداوند این قدرت رو به تو داده که نام او رو جلال بدی. من وقتی به زندگی گذشته خودم نگاه میکنم، اولین تجربه که خودم داشتم این بود که در زمان مبارزه با نظام اسلامی وقتی تیر خوردم و به بیمارستانی که رفتم به توسط یه پرستاری که خدا قلب اونو لمس کرد، احتمالا شاید بخواد یه سن کمی داشتم، دلش سوخت ولی خدا من قلب اونو لمس کرد و تنها زخمی بودم که داد میزدم. در اون زمان مرگ بر خمینی میگفتم، کسی اون موقع نمیگفتش. البته حالا من تایید نمی کنم کسی مرگ بر کسی بگه، ما امروز به مسیح ایمان آورده، اون موقع من مسلمان بودم و تنها شخص من بودم. حتی با یک خبرنگارم صحبت کردم، اون پرستار من رو از اون بیمارستان فراری داد و خبردار شدم که تا اونجا که شنیدم، امیدوارم صحت نداشته باشه، تمام زخمی ها رو تو در طول اون یک هفته همه رو اعدام کردن. من زنده بودم. امروز که مسیح ایمان آوردم میدونم چرا خدا منو زنده نگه داشته، تا نام او رو جلال بدم در ایران، پادشاهی مسیح رو اعلام کنم، پادشاهی یهوه رو اعلام کنم و باطل کنم در کنار خادمینم آنچرا که به دروغ در طول این سالها اعلام کردم. و فراموش نمی کنم مادرم میگه نوزاد بودم و در زمان نوزادی من مریض که شدم دکترها منو جواب کردن و حتی دکتری که مادرم برده بود ایشون نمیخواست دیگه منو معاینه کنه، گفت فایده نداره این بچه میمیره. و مادرم میگه من اومدم بیرون اما گفتم یعنی من باید راحت بذارم بچه‌م بمیره؟ گفت همون موقع دعا کنم خدایا تو پسر منو شفا بده، من میخوام این فقط تو رو خدمت کنه. نمیدونست، اونم مسلمون بود، فکر میکرد آخوند میشدم، برای همین خیلی آرزو داشت که من آخوند بشم. ولی خب کار خداوند اینه که خدا روی وعده هاش میسته. خدا اجازه داد که نام او رو جلال بدم و وقتی برگردون منو به مطب، خود دکتر معاینه میکنه میگه این کاملا عوض شده طبیعت بدنش و میتونم بهش دارو بدم که خوب بشه. وقتی من اینها رو شنیدم امروز و خیلی از تجربیات دیگر رو، ایمان دارم خدا من و شما رو زنده نگه داشته و چون زنده نگه داشته باید نام او رو جلال بدیم و او شایسته هستش. و این جرأت و این دلیری هرچند به رغبت شخص مربوط میشه، اما خداوند به حکمت خیش میل به این داره که اون شخص و اون افراد و ماها رو تقویت کنه. در کتاب امثال 24:5 میخونیم، اعلام میکنه مرد حکیم در قدرت میماند، کسی که در حضور خداوند هست. مرد حکیم در قدرت میماند، نمیترسه، شک نمیکنه. و صاحب معرفت، کسی که خدا رو میشناسه، در توانایی ترقی میکند و دیگه به شایعات و به صداهای منفی و اینا اصلا به هیچ وجه کار نداره. بر فرض میگم میشنوید یک نفر مریض هست، میری بالای سرش، شما با ایمان دعا میکنی، کنار دستیاش میگن آخه دکتر گفته این دیگه روز آخره میمیره، شما به من کار ندارم، دکتر من امروز خداست، یهوه است و اون قادره و این قدرت رو به من داده که من دعا کنم. و شما دعا میکنید. حالا من این رو مثال زدم ولی شما میتونید برای تمام موضوعات نیز همین گونه فکر کنید. زهیر شاعر نیز اعلام میکنه در عشق اگر دمی قرارت باشد، با صحبت این و آن بشنوم چه کارت باشد، چه کار داریم به مردم. و
وقتی که خداوند به ما گفته برید برای مریضا دعا کنید تا شفا بگیرن، من چه کار دارم پزشکی گفته؟ خدا رو شکر برای پزشک. وکیل چی میگه؟ خدا رو شکر برای وکیل. روزگار چی میگه؟ من ایمان دارم همون خدایی که عصایی به دست موسی داد و دریای نیل رو باز کرد، همون خداوندی که به شاگردانش اعلام کرد و مریضان شفا گرفتن و مرده حتی زنده شدن، همون خداوند به من و تو گفته تا دعا کنیم و دعامون اجابت خواهد شد. با این قدرت وارد سال جدید بشیم. اجازه نده سردی و ناامیدی افکار و دل و احساسات تو رو در بر بگیره. قدرت خدا تنها علت پیروزی مردان و زنان ایمان بوده. سامسون رو نیز همه ما میشناسیم که خداوند چگونه به او قدرت داد. در کتاب داوران 14:6 اعلام میکنه در حین زمان روح خداوند به سامسون قدرت بخشید و او بدون اسلحه شیر را مانند بزغاله ای از هم درید. بدون اینکه شمشیری داشته باشه، چاقویی داشته باشه، با دستان خودش. امروز مشکلاتی که در برابر من و تو هست قوی تر از اون شیره هستن، حاضر این مشکلت رو بردارن یه شیر درنده رو در برابر شما قرار بدن یا نه؟ اگر حاضر نیستی پس اون مشکله از اون شیر درنده ضعیفتره. بدون که خدا به تو قدرت خواهد داد تا بتونی غالب بشی بر سختی ها و مشکلاتت. نترس، با ترس وارد سال جدیدت نشو. از آدم و حوا تا به نوح، از نوح تا به ابراهیم، از ابراهیم تا ملاکی، ملاکی نبی خداوند که آخرین کتاب عهد عتیق می باشد، خداوند افرادی چند را برای مسیر اراده خودش انتخاب کرد و به اونها قدرت داد. اما از 2000 سال قبل به توسط خداوندمون عیسی مسیح می دانیم که هر ایمانداری به انجیل مسیح می تواند به توسط روح القدس قدرت خدا را نیز داشته باشه برای پیشبرد و گسترش ملکوت او. البته تحت پادشاهی او. از این رو هرگز هرگز توانایی و قدرت روح القدس رو در خودتون محدود نکنید لطفا. خدا همه ای ما رو انتخاب کرده. خدا کشیش رسول و بقیه کشیش ها رو انتخاب نکرده. خدا به ما مسئولیتی متفاوت نسبت به شما داده، اما این قدرت رو خدا به همه داده. حتما من مسح مخصوصی دارم، اما شما مسح مخصوصی دارید که کلیسای مسیح احتیاج داره که ازش استفاده بشه. خودت رو نباید کم ببینید، چرا که این از تعلیمات کلام خدا نیستش. در کتاب ایوب 11:7 اعلام میکنه کسی نمیتواند حد و اندازه عظمت و قدرت خدای قادر مطلق را درک کند. اگر نمیتونیم درک کنیم پس اجازم نداریم که بگیم فلان شخص، فلان کشیش قدرت خیلی زیادی داره، من قدرت کمی دارم. تو داوری اشتباه کردی. کنار دستی تو میتونه برای تو دعا کنه اگر مریضی شفا بگیری، اگر شکست دل هستی تسلی بگیری، اگر نیازی داری خدا نیاز تو رو برآورده کنه. محدود نکنیم. مسیحیت بت درست نمی کنه. مسیحیت اتفاقا بت شکنه. بت ها رو مسیحی ها باید بشکنن. عزیزان، خداوند من و تو رو بلند کرده تا بتونیم دستی از طرف خدا باشیم برای کارهایی رو که اون نیز میخواد انجام بده. اینه که ما به فیض خداوند و بدون هیچ ریاضتی و رعایت شریعتی، فقط با ایمان به عیسی مسیح و کار اون روی صلیب قادر هستیم با قدرت مسیح دعا کنیم. میباید بیستیم و آنچه را که درست هست رو انجام بدیم. ما قدرت مسیح رو داریم. آمین. پس اجازه ندیم حتی خستگی ها، حتی نگرانی ها، حتی ترس ها مانع اون قدرت بشه. هر ترسی، هر نگرانی. دو تجربه دارم، یک تجربه بد و یک تجربه خوب در اوایل ایمانم. 2-3 روز از ایمانم گذشته بود، یکی از فامیل های ما سرطان گرفته بود. وقتی که من رفتم ملاقاتشون، خداوند روح القدس با قلبم صحبت کرد همه رو بیرون کن غیر از همسرشو و بگو که
دعا کنین، میخوام همه برن بیرون و میخوام دعا بشه برای این شخص. حالا اونها اصلا خبر نداشتن که من مسیحی شدم. دو سه روز از ایمانم گذشته و من ترسیدم، گفتم چیکار کنم؟ تازه صدای روح القدس هم خوب نمیفهمیدم، درک نمیکردم، اوایل ایمانم بود و این کارو نکردم و تا به امروزم ناراحتم، متاسف هستم. اما بعد از گذشت 7-8-10 روز تو یک مهمانی باز یکی از بستگان نزدیک من متاسفانه توی اون مهمونی قلبش گرفت و زنگ زدم به اورژانس. روح القدس با قلبم صحبت کرد که برو براش دعا کن و من ترسیدم، نگران شدم، گفتم چی دعا، حتی بلد نبودم چگونه دعا کنم. گفتم نه، این کارو نمی کنم. اومدم بیرون، دیدم روح القدس همش ملزمم میکنه. دوباره روح القدس ملزمم کرد، نکردم، دوباره ملزمم کرد. این بار که ملزم شدم دیدم که اون شخص توی اتاق تنهاست، فهمیدم فضای مناسبی هست و رفتم زانو زدم کنارش، نشستم، گفتم میخوای برات دعا کنم؟ اونم که رنگ روش به هر حال پریده بود، دستم رو قلبش بود، سرش تکون داد. منم گفتم دعا میکنم به نام هر کی گفتم، تو از همون بخوا. و حواسم هم بود کسی اطرافم نباشه. بعد شروع کردم گفتم، بعد گفتم در نام عیسی مسیح، چشام یه خورده باز کردم، دیدم رنگش بدتر پریده، داریم منم راستش بوسیدمش، از خونه اومدم بیرون، گفتم الان اینم میمیره و میزنن خونش گردنم. رفتم بیرون، بعدن خبر رسید که حتی اورژانس اومده ماینه کرده دکتر و به اون گفته تو از همه اینهایی که اینجا هستن سالم تر هستی. و آمین. بعد این شخص منو خواست، گفت به من بگو چه کار کردی، تو کجا میری؟ چون میدونست من همه جا میرم برای تحقیقات. و بهش گفتم من مسیح ایمان آوردم اینا. گفتش که ببین، موقعی که تو دعا کردی از نوک انگشتای تو نیروی اومد که درد قلب رو آورد، از ناف شکم من آورد بیرون و من خوب شدم. من چنین اینو تجربه نکردم، تجربیات بسیاری داشتم. من با ایمان دعا کردم، با ایمان دعا کن. یکی دیگه از تجربیات من همینجاست، مادر خانمم هست. حالا یه لحظه بیست با مای جون، یه لحظه بیست. مادر خانم منم مثل خود منه، خجالتیه جانم، مانند مادرم دوستش دارم، بفرمه. مرسی. ایشونم دکترها جواب کردن که یکی از کلیه‌هاشو باید تخلیه کنه. از بیمارستان زنگ زد، البته با این هوشیاری که زهره جان متوجه نشه. و من شروع کردم برای ایشون دعا کردن و تو رویا دیدم یه تیک زمین هستش و یه عده دارن اونجا رو شخم میزنن، پشت سریها دارن دانه میکارن و این دانه هایی که کاشته میشه بلا فاصله میاد بالا، رشد میکنه. بعد من خب اینو متوجه شدم که خداوند داره میخواد به نوعی پیامش این هست، چون من عطای نبوت رو دارم، پیامش این هست که خداوند میخواد بدنی تازه بده. فقط گفتم خب مادر اون موقع منجون امام مسیح نداشت و برمیگرده فکر میکنم به 13 سال پیش، بله 13 سال پیش بود. خب من خیلی ساده گفتم مامان نگران نباش، خدا تو رو شفا داده، ولی اونو اون پیغامو بهش ندادم. پیش خودم فکر کردم اینجاست که ما نباید خودمون رو محدود کنیم. پیش خودم گفتم خب حالا مامان اگه من بهش بگم چیزی متوجه نمیشه، پس زیاد سخت نگیرم. اما فرداش تماس گرفت، گفت منو بیهوش کردن، بردن تو اتاق عمل. بعد دوباره من به هوش اومدم، فکرم عمل تموم شده. حالا من میتونم خود ماما کمک میکردم که میگفت، ولی خب دارم میگم هر کجا اشتباه هست دست تکون بده. و بعد میگه چشما باز کردم، دیدم دکترها دور من هستن، میگن بهترین خبر خوش میخوایم به تو بدیم. بعد مادرم میگه چیه اون؟ میگه میخوایم بهت بگیم که بدن تو مثل یه بچه تازه شده. دقیقاً همون پیغامی که من از روح القدس گرفتم. 9 ماه دکترها گفته بودن که باید اون کلیه تخلیه بشه، 9 ماه. ولی دکترها دیگه اومده بودن واسطه بودن، دیدن که شفا رو دیدن. عزیزان اون موقع من احساسی نکردم. لازم نیست که تو حسی کنی، بلرزی، نمیدونم رویایی ببینی. آنچه که مسیح گفته انجام بده، دعا کن تا شفا ایجاد بشه. و میدونم قرار بودش توی مجله پزشکانم بنویسن اینو. آره مامان جان، بله
نوشتم توی مجله پزشکانم، این ثبت شد عزیزان. و مامان اونجا در میاد میگه، بهش میگن تو با معجزه شفا گرفتی، چه کار کردی؟ مامان فقط میگه یه مسیحی برای من دعا کرده. هللویا، جلال از آن مسیح، و همین ما رو بس هستش. پس این قدرت رو خداوند به ما داده. شاعری میگه توبه کردم که دیگر می نخورم در همه عمر، یار اگر ساقی شود می بدهد من چه کنم. خسته میشی، میترسی، نگران میشی، میگی آه چقدر خدمت کردم، امیدوارم این صداها نشنویم. آقا نمیشه کلیسای ایرانی برید، با ایرانی ها نمیشه زندگی کرد، خدمت کرد، کار کرد. اینها از طرف شیطانه. بس دیگه، تمونش کنید. ایرانی هستیم، باید با ایرانی ها باشیم. خداوند علت داشته تو رو ایرانی آفریده. کلیسا ایرانی باید بیاید، ایرانی ها رو باید تقویت کنیم. تا کار داره خداوند با ایرانی ها. ولی خداوند به تو قدرت رو داده. اگه قدرت رو داده استفاده نکنی میخوای چه کار کنی؟ یک بار دیگه میخوام این شعر رو بخونم. توبه کردم که دیگر می نخورم در همه عمر، یار اگر ساقی شود می بدهد من چه کنم. ما چه کار میتونیم بکنیم وقتی خداوند مطابق فیضش به ما این رو داده؟ و همون گونه که در انجیل متی 21:22 اعلام میکنه، هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. با ایمان. آیا ما ایمان داریم به مسیح؟ آیا با ایمان در دعا میکنیم؟ منتظر باش دریافت کنید. اجازه نده که شک و تردید بیاد. و این ایمان فقط به قدرت روح القدس میتونه باشه، چون امید 100% برای اجابت هست. تا بتونیم در اون موقعیت بمونیم فقط باید منتظرش باشیم. کلام خدا میگه به غیرت به طلبید عطایای روح القدس، مشتاق اون باشید. ناپلئون میگه نقطه شروع هر دستاوردی خواست و اشتیاق است. اگر مشتاق هستیم مطمئن باشیم که دریافت میگیریم، میکنیم. و اون نیز به ما قدرت اینو خواهد داد که استقامت کنیم، صبور باشیم حتی نسبت به اون، چرا که تا به امروز برای ما انجام نشده. فقط باید با ایمان به توسط روح القدس اجازه بدیم کار مسیح در زندگی ما انجام بشه. خدا با ماست. اگر خدا با ماست چرا بترسیم؟ بقیش شما بگید. اگر خدا با ماست چرا ناامیدیم؟ اگر خدا با ماست چرا توی افکار پریشان زندگی میکنی؟ اگر خدا با ماست چرا با پیغامهای بد و منفی داری زندگی میکنی؟ و اگر خدا با ماست، همون گونه که خودتون گفتید، رومیان 8:28، کیست بر علیه ما؟ و حافظ میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود. خداوند با من و شماست، امانوئل، قدرتش با ماست. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. اگر خدا با ماست مطمئن باشیم که او قوت ما خواهد شد. و در نامه عبرانیان 11:1 همگونه که اعلام میکنه نویسنده، پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است. نمیگه چیزهایی که شده الان هست، میگه امیدش در دل ماست. امید یعنی اون چشمنداز من که من میبینم اون رو، و برهان چیزهای ندیده، دلایلی که ایجاد میشه که من امروز نبینم، اما این امید رو دارم که خداوند با من است. اما بعد از ایمان میباید آنچرا که طالبش میباشیم در امور زندگیمون تحت پوشش فقط اراده خدا باشه، یعنی تحت پوشش پادشاهی او. پس لازم هست درک درستی نسبت به ملکوت خدا داشته باشیم تا چشم‌اندازی درست نسبت به آینده و دعاها و نیازهامون رو نیز داشته باشیم. در انجیل متی 13:19 میگه کسی که کلمه ملکوت را شنیده. ملکوت رو شنیدید شما کلمه شو؟ به من بگید ملکوت خدا یعنی چی؟ بلند بگید. پادشاهی خدا یعنی تحت کنترل پادشاهی خدا هستم، تحت تسلط اون هستم، تحت تسلط شیطان نیستم. شیطان غم و اندوه رو داره برای من میاره، اما خدا این رو نمیاره. پس من تحت تسلط اون هستم. میگه کسی که کلمه ملکوت را شنیده آن را نفهمید
شریر می آید و آنچه در دل او کاشته شده است را می رو باید، همان از آن که در راه کاشته شده است. اگر ما ایمان داریم که حقیقتاً تحت کنترل پادشاهی خداوند هستیم، می باید با ایمان بپذیریم وقتی که دعا می کنیم. این امید واهی نیست، این امید حقیقی هست. با ضعف زندگی نکنیم. نگاه به زندگیت بکن، ببین بیشتر می ترسی، بیشتر شک کردی، بیشتر نگران هستی، پس تحت پادشاهی خدا نیستی. یکی بهت میرسه میگه بیا این کارو بکنین، نه میترسم، به جای اینکه بگه برم دعا کنم ببینم چی میشه، نهایتش نه نمیتونیم. اگر همش میگی نمیتونم نمیشه، عذر میخوام، تحت پادشاهی خدا نیستی، فرزند خدایی، اما تحت قدرت پادشاهی خدا زندگی نمیکنی. اجازه نمیدی خداوند توی زندگی تو معجزه کنه. کلام خدا مدام ما رو تعلیم میده. چرا ما رو تعلیم میده؟ تا کلام او را بتونیم زندگی کنیم، تا ملکوت خدا را بتونیم تعریف کنیم، نه که تحریف کنیم با رفتار و آنچه را که توی زندگیمون میتونه باشه. تعریف درست داشته باشیم از کلام خدا. وقتی صحبت از ملکوت خدا میشه، میدونم که پادشاهی خداست. وقتی داری برای یه نفر دعا میکنی، اونجا ملکوت خداست. وقتی توی مشکلی قرار میگیری، خدا میخواد تو رو رهایی بده. دعا کن، حضور خدا با تو هست، پیروزی خدا با تو هست. چرا میترسی؟ چرا نگران هستی؟ ولی فراموش نکنیم حکمت و عشق تحت پوشش اراده خدا قرار میگیره. همونطور که اول دربارش گفتم، تحت پوشش اون بریم. در غیر این صورت موعظه، واعظین، کتاب ها، هر چی بخونیم تعریف درست نداشته باشیم از پادشاهی خدا، آسیب خواهیم خورد. معلمی رو میکنه به شاگردش، میگه با کلمه دوستر یه جمله بساز. میگه آقا معلم، این دوستای من یکی بعد از اون یکی همه‌شون لوسترن. استفاده کرده، ولی لوستر که معلم خواست اون رو اعلام نکرد. امروز وقتی مصاحبت پادشاهی خدا میکنیم، فقط یک واژه نیست، یک کلمه نیست، درش قدرت داره، درک درست داره که بتونیم ازش استفاده کنیم و تشبیه نمیتونیم بزنیم. بریم با هم دیگه انجیل لوقا 9:1-2 رو داشته باشیم. آیا همه بروشور دارن؟ میخواد چراغای وسط رو روشن کنیم. سپاسگزارم. اونایی که بروشور دارن دستا بره بالا. بالاتر. آها مرسی. انجیل لوقا 9:1-2. صدا ضعیفه، ببخشید. پس 12 شاگرد خود را طلبیده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود. بگه به ایشان قدرت و قوت. ما امروز میخواییم بیشتر درباره قدرت صحبت کنیم. قوت رو میذاریم جلسه بعد. اما به اونها این رو داد و بعد این انتظار رو داشت. امروز به من و شما داده این قدرت و قوت رو، و بعد از این از ما چنین انتظاری داره که بریم دعا بکنیم. بله؟ و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند. یعنی در اصل به اونها این قدرت، این پاور، اینو داد، این اقتدار رو داد. حالا برید چیکار کنیم؟ و مریضان را صحت بخشند. تا مریضان شفا پیدا کنند. اونها کیا بودن؟ شاگردان بودن دیگه، درسته؟ امروز ما کی هستیم؟ ما هم شاگردان هستیم، ما هم همون شاگردان هستیم. چرا خودمون رو کم باید ببینیم؟ چرا اجازه نمیدیم که خدا در ما کار کنه؟ آیا نگرانیم؟ آیا میترسیم؟ اگر در این ترس و اندوه هستیم، متاسفانه ما نمیتونیم از اسارت ها، از گناه ها، از رنج ها آزاد بشیم. اما اگر این ایمان و این اعتماد رو کاملا داشته باشیم، مطمئن هستیم که خدا ما رو حمایت میکنه. اندیشمندی میگه اگر کسی دوست خوبی داشته باشه، احتیاج به آینه نداره.
ما بهترین دوست رو داریم و اون عیسی مسیحه. نه احتیاج به آینه داریم که زشتیمون رو ببینیم، خود مسیح پاک میکنه. احتیاج به آینه بغلم نداریم ببینیم پشتمون چه خبره. بعضیان بعضی جاها آینه میگیرن دشمن رو ببینن کیه. به هیچ آینه ای احتیاج نداری. خدا با تو هستش، خدا تو رو حمایت میکنه. از روح خدا پر شو، قوت خدا رو بگیر، وقت بده به خدا، وقت بده و با اون قدرت زندگی کن و اجازه بدیم که ایران و ایرانیان تکون بخورن. اگر اونها مشتاق اتاق تکونی هستن، روحشون باید تکون بخوره، فکرشون باید تکون بخوره. بریم با هم دیگه انجیل متی 10:1-15 رو داشته باشیم. اعزام 12 شاگرد. و 12 شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند. پس اینجا صحبت از اون اقتدار میکنه، اون اتوریتی میکنه، اون مجوز رو داره میگه، مجوزش رو داده. بله. و هر بیماری و رنجی را شفا دهند. هر بیماری و هر رنجی رو، هر مشکلی رو. استثناء قائل نشده. اگه امروز شما میگید من یه مشکلی دارم هنوز خدا حل نکرده، با چه ایمانی داری میپذیری؟ نمیخوام داوری برات بکنم، اما از روح خدا چقدر تقویت میشی؟ چقدر از کلام خدا؟ چقدر در حضور خدا؟ چقدر خدا رو خدمت کردی؟ اگر من اولین بار گوش نمیکردم که نکردم برای فامیلمون دعا کنم، بار دومم گوش نمیکردم، بار سومم گوش نمیکردم، بار چهارمم گوش نمیکردم، دیگه هیچ موقع گوش نمی کردم، چون همش می ترسیدم. نترسیم، نترسیم، چه برای خودمون و چه برای دیگران، با قدرت که روح القدس ما داده دعا کنیم. بله. و نام های 12 رسول این است: اول شمعون، معروف به پتروس، و برادرش اندریاس. مرسی. بیا پایین‌تر اون اسما رو نخون، اما هر کسی میتونه اسم خودش اعلام کنه. اسم خودت اعلام کن: شاگرد مسیح هستی. من اعلام میکنم، من رسول شاگرد مسیح هستم. اعلام کنید، اعلام کنید. قبل از این که بخوایم ادامه بدیم، میخوام کمی درباره همین قدرت نیز صحبت کنم. این رو میدونیم که ما این آزادی رو داشتیم که به مسیح ایمان بیاوریم یا نیاوریم. مکاشفه 3:20. وقتی که شما و من ما به مسیح ایمان آوردیم، از این به بعد مسئولیت رو پذیرفتیم. ما مسئول هستیم نسبت به تمام آنچه که خداوند ما گفته. اگر ایمان نمی آوردیم، خیر، شما این آزادی رو داشتی و من این آزادی رو داشتم که به مسیح ایمان نیاورم، ایمان نداشته باشم. چرا که در مکاشفه 3:20 میگه در پشت قلب تو ایستادم میکوبم، هر کی در رو باز کرد من داخل خواهم شد. دستگیرش هم به قول یه عزیزی میگفت به سمت توه، یعنی خودم نمیتونه باز کنه، دستگیره رو اون برگذاشته. پس بنابراین اون زمان آزاد بودیم، از این به بعد آزاد در ملکوت خدا هستیم، تحت پادشاهی مسیح آزاد هستیم، نه تو دنیا و به طریق دنیا. ما این آزادی رو هرگز نداریم. پس اگر امروز اراده خدا این هست که ما تحت تعالیم کتاب مقدس و هدایت روح القدس عمل کنیم، میباید عمل کنیم. اگر اون از ما میخواد که ما در ملکوت او باشیم، خودتو باید ملکوتی ببینی. ما ملکوتی هستیم. آمین. میتونی بگی من ملکوتی هستم، من مال آسمان هستم، من متعلق به آسمان هستم. پس اگر آسمانی هستی، قدرت آسمانی تو استفاده کن. شاعر میگه مرغ باغ ملکوت نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم از بدنم. من اینجا روی زمین هستم اما ملکوتی هستم. چرا اجازه میدیم فشارها و غمها و رنجهای دنیا مانع این بشه که قدرت خدا در ما دیده بشه و به اون عمل کنیم؟ کلمه قدرت و یا اقتدار و یا اتوریتی فعل به اختیار و یا قدرت به اختیار نیست که خدا به من بگه برو دعا کن، بگم من دعا نمی کنم. دیگه نمیتونیم، چون این قدرت با خودش حکم داره میاره، دستوریه، امریه. میتونستی بگی من به مسیح ایمان نمیارم، اما دیگه نمیتونی بگی من دعا نمی کنم، من میترسم. هرگز نمیتونی بگی که ما به رضایت خودمان
بپذیریم و یا نپذیریم، بلکه همچون حکمی 100% می باشد که باید انجام بشه. برای مثال اگر به سمت شما یک کسی ظرفی رو بگیره که توش شیرینی یا شکلات هست، شما میتونید انتخاب بکنید و انتخاب نکنید، انتخاب خودته. اما اگر از طرف پزشکتون، پرستارتون یا خود پزشک به شما دارو بده برای سلامتیت، میتونی انتخاب نکنی؟ نمیتونی انتخاب، چون به حیاتت بستگی داره. این قدرت به حیات ما بستگی داره، باید ازش استفاده کنیم تا بتونیم حیات ملکوت خدا رو بر روی زمین نیز حفظش کنیم و محدود نمیتونیم، هرگز نمیتونیم محدود کنیم. شخصی به عنوان یک پدر بزرگ آرزو میکرد، دعا میکرد که خداوند به من نوه بده، و بالاخره دعای اون اجابت شد و بهش گفتن عروس حامله شده. اونم از یک شهر خیلی دور بلند شد اومد به ملاقات عروسش. وقتی داشت میمد تو بیمارستان دید یه گدایی هم اونجا وایستاده، یادش افتاد، چون خیلی هم ثروتمند بود، یادش افتاد که نظرش و نیتش این بوده اگر خداوند به اون نوه بده این یک شخص فقیر رو ثروتمند کنه. و وقتی این شخص میبینه اونجا وایستاده، یه چک مینویسه، تا میکنه و میذاره توی جیب اون، میره بالا. میره بعد از 4-5 روز دیگه میاد و به هر حال عروسش صاحب فرزند شده بوده، میاد عروس رو با نوه رو ببره. وقتی که میاد میبینه گدای هنوز اونجا وایساده. میگه تو اینجا برای چی وایسادی؟ میگه خب من کارم گداییه. میگه مگه من اون ندادم کاغذ که دادم تو؟ میگه بابا این چیه؟ اینو بیا من بهت میدم، یه $10 من پول بده. چکو باز کرد گفت $1,000,000 برات نوشته بودم. خدا چنین برکتی رو به ما داده، بعد ما به خاطر موضوعاتی تو زندگیمون اونقدر سردرگم میشیم که قدرت اصلی رو فراموش میکنیم که خدا چه برکتی به ما داده که با اون قدرت توان اینو داشته باشیم، نه تنها برای زندگی خودمون بلکه برای تمام امور. این قدرتی که کلام خداوند دربارش صحبت میکنه 3 اصل رو داره در نهفته است در وجودش، که اولین اصل این هستش که این قدرت در ما کمک میکنه که قدرتمون بیشتر بشه، بیشتر تقویت بشه. اگر داشته باشی ازش استفاده نکنی از دست خواهی داد، اما چون داری ازش استفاده میکنی اتفاقا بیشتر میشه توی زندگیت. و در این رابطه مثالهای بسیاری مسیح میزنه نسبت ملکوت خدا. یکی از مثالها انجیل لوقا 19:11-27 است. درباره پادشاهی میگه که این پادشاه وقتی که میاد زیر دستای خودش رو میبینه اونجا کار میکنن و میخواست بره یک مأموریتی، میگه به یکی از اونها 10 قنطار داد، حالا یا 10 سکه داد، به یکیشون 5 تا داد و به یکیشون چند تا داد. و میگه وقتی که رفت برگشت، اولی گفتش که اون 10 قنطار رو من چیکار کردم؟ 2 برابر کردم. و به اون میگه تو حالا میتونی حاکم بر 10 شهر باشی. دومی میگه اون 5 تا رو من 2 برابر کردم، 10 تاش. میگم به تو هم 5 تا من میدم شهر رو حاکم باشی. اما اون یکی آخری میگه از اونجایی که میدانستم تو خیلی سختگیر هستی، ما اینجوری صحبت میکنیم، میدونید چرا؟ تو وقتی من میگم نه من لایق نیستم، خدای من به درد نمیخورم، خدای من کی هستم که الان دعا کنم این مریض خوب شه، من کی هستم که برای زندگیم دعا کنم، کشیش رسول باید دعا کنه، کشیش فلانی باید دعا کنه، اونا که تو تلویزیون هستن باید دعا کنن، بغل دستت میتونه برات دعا کنه، ولی میسپاری به اون. مسیح به اون گفت اونم ازش بگیرید و بدید به اون بقیه، به اون 2 نفر بدید. این مثال هایی هست که مسیح نسبت ملکوت خدا زده. پس میباید ما از آن چرا که به عنوان یک قدرت به ما داده شده ازش استفاده کنیم تا مبادا اون رو از دست بدیم. اصل دوم این هستش که قدرت و اقتداری که به ما داده شده مانند آب حیات هست که باعث نجات میشه. اگر ما از اون استفاده نکنیم دیگران نجات پیدا نمی کنن. خداوند قدرت بشارت رو به من و شما داده، ولی خجالت میکشیم بگیم گواهی زندگی تو، خجالت میکشم نکنه بفهمه من مسیح هستم. پس متی 28:19 چی میگه؟
اشاره به همین هست. پس از این قدرت نیز باید استفاده کنیم. و یا انجیل یوحنا 3:16 بن هست، سوم این قدرت قدرتی هستش که قدرت رو پخش میکنه و به دیگران میده. روزگاری من به عنوان یک مسلمان وارد کلیسا شدم، کشیش اونجا برای دختر من دعا کرد، دختر من شفا گرفت. دختر من شفا گرفت، من کجام الان؟ من کجام؟ من جایی ایستادم که حداقل نزدیک 1000 نفر رو تعمید دادم و هزاران ایرانی مسیح ایمان رو بردن. پس این قدرت رو وقتی استفاده میکنی باعث برکت خواهد شد. این سه اصل با تو خواهد بود و به تو قدرت و قوت خواهد داد که ملکوت خدا رو گسترده کنی، همون گونه که در دوم تیموتائوس 2:2 نیز بهش اشاره میشه که بتونیم تو مسیر درست نیز بیستیم. پس هوشیار باشیم. مبادا قدرتی که خدا به ما داده، روح القدس که داده برای دعا، عزیزان اون رو کمارزش و بیارزش و یا خودمون رو لایق اون ندونیم. بریم بقیه کلام رو بشنویم. این 12 را عیسی فرستاده به دیشان وصیت کرده گفت: از راه امت ها مروید و در بلدی از سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید. به روش دنیا میگه عمل نکن. اگه میخوای با روش دنیا از قدرت روح القدس استفاده کنی آسیب خواهی خورد. به درد نمیخوره. عذر میخوام، ببخشید، هستن خادمین، هستن شبانان، هستن کشیش ها که این خدمت رو بیزینس کردن، متاسفانه دارن باش بیزینس میکنن. و هر روزه میشنویم از این خبرها. به روش دنیا نمیتونیم ازش استفاده کنیم. بله، بلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید و چون میروید، چون اول از اونجا باید شروع میشد، بله، موعظه کرده گویید که ملکوت آسمان نزدیک است. آمین. بیماران را شفا دهید، ابرسان را طاهر سازید، مردگان را زنده کنید، دیوها را بیرون نمایید، مفت یافته اید مفت بدهید، طلا یا نقره یا مس در کمرهای خود ذخیره مکنید و برای سفر توشه‌دان یا دو پیراهن یا کفش‌ها یا عصا بر ندارید. بگه کاملا فکرت رو راحت کن. باور کنید ما الان 2-3 سال هست کلیسا، رهبران کلیسا خوب میدونن از نظر موقعیت مالی بسیار خراب هستیم، اما این 2-3 ماه اصلا دیگه هیچی. و تو همین 2-3 ماه من اونقدر قدرت خدا رو دارم میبینم، لمس میکنم که خدا چگونه ما رو برکت داده. با پول کمی که جمع میشه، حتی با پول کمی که جمع میشه ما هنوز کلیسا داریم، زندگی من داره میگذره خدا رو شکر، تلویزیون رو داریم و داریم خوب میریم جلو با فیض خدا. من میدونم که امروز ما شیطان رو بیشتر ناراحت میکنیم. توکل به خدا امروز برای من معنیش بیشتره، چون هیچی ندارم خدا رو دارم که همه چیز من هست. و اگر هیچی نداری بدون که خدا با تو هست و خدا تو رو برکت خواهد داد و قوت تو خواهد بود. آمین. زیرا که مزدور مستحق خوراک خود است و در هر شهری یا قریه‌ای که داخل شوید بپرسید که در آنجا که لیاقت دارد. چون ما فرزندان خدا هستیم، آیا خدا ما رو فراموش میکنه؟ اگر خدا به ما قدرتی داده که از این قدرت استفاده کنیم و وقتی میریم استفاده میکنیم صبح میشه شب، خدا این رو نمیدونه؟ پس خدا به فکر معاش زندگی ما هم نیست هست. بله، پس در آنجا بمانید تا بیرون روید و چون به خانه ای درایید بر آن سلام نمایید، پس اگر خانه لایق باشد سلام شما بر آن واقع خواهد شد و اگر نالایق بود سلام شما به شما خواهد برگشت. یعنی درک این رو نداشته باشه، توهین نیست، درک این رو نداره. و چون درک همون کلمه که گفتم پادشاهی و ملکوت خدا رو نداره، این قدرتی که شما میخواستید به اون بدید رو نمیتونه بگیره. حالا باید چیکار کنیم؟ اونها رو بگیریم بکشیم. بله؟ هم بخونم چی میگه. و هر که شما را قبول نکند یا به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه یا شهر بیرون شده خاک پاهای خود را برافشانید. افکار پریشانت رو بتکن، خشمی به دلت نگی، از دستش ناراحت نباش، بیا بیرون. تو داری برای خدا کار میکنی، اجازه نداری ناراحت بشی. حتی کسی که بشارت دادی ایمان نیاورد، اگه دلت هم شکون، از دستش نباید ناراحت، بتکن،
فکرتو بتکون، پاک بیا بیرون. بله، هر آینه به شما میگویم که در روز جزا حالت زمین سدوم و غموره از آن شهر سهل‌تر خواهد بود. آمین. 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 امروز ما به عنوان مسیحی‌ها این قدرت و این قوت رو داریم که هر کجا که دردی می‌بینیم، رنجی می‌بینیم، بیستیم دعا کنیم. همون گونه که خود شما عزیزان خوب می‌دونید که ما ایستادیم و داریم دعا می‌کنیم برای آزادی ایران. چون بی تفاوت نیستیم. یک ایماندار بی تفاوت نمیتونه باشه. یک ایماندار مسئوله. قبل از این که بازم میگم، میتوانستید شما به مسیح بگید من نمیخوام ایمان بیارم. هیچ اشکال نداشت. آزاد بودی. اما امروز که مسیح ایمان آوردی، نمیتوانید شما به مسیح بگید نه. آنچه را که به شما میگه میباید انجام بشه. امروز ما ایستادیم. ما میدونیم جنگ ما با گوشت و پوست و استخوان نیست. جنگ ما با روح‌های شریر هست که پشت نظام اسلامی ایستاده. و با این اطمینان ایستادیم که میگیم سرنگون باد این نظام اسلامی و مطمئن هستیم که سرنگون خواهد شد. اما ما بی تفاوت نمیتونیم باشیم. ما پادشاهان هستیم. چرا وقتی به پادشاهان میرسیم همه خوشحال میشیم؟ ما پادشاهیم، ما سفیریم، درسته؟ خب چیکار میکنی آقای پادشاه، خانم، شاهزاده، چیکار میکنید شما؟ کوروش بزرگ این گونه میگه: حاکمی که نمیداند. ما حاکم هستیم امروز، کلام رو خوندیم، کلام میگه حاکم هستیم. حاکمی که نمیداند شب مردمانش، مردم ایران، حاکمی که نمیداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته باشد یا به نیایش ایستاده باشد؟ چه فرقی میکنه؟ اگر من به عنوان یک شخص مسیحی نگاهم را از دردها و رنجهای مردم ایران بردارم و فقط فکرم این باشه که دعا میکنم با اون کسی که اصلا به خدا اعتقاد نداره، فقط مشروب میخوره و لذت توی این دنیا میبره، چه فرقی میکنه؟ مگر غیر از این هست ما به مسیح ایمان آوردیم تا فعل ما، عمل ما نشانه اراده خدا باشه و نام او رو جلال بده، نه فقط سخنان ما. پس باید اهمیت بدیم. توی پرانتز، هفته گذشته برادر عزیزم بهروز جان لطف کردن در رابطه با سایتی به نام راه رهایی مردم ایران صحبت کردن که ایرانی ها دارن نظر پردازی میکنن، نظر سنجی میکنن. نمیدونم اینا کی هستن، کاملا اصلا روشون شناخت دارم و چه کار میخوام بکنن، پیروز میشن نمیشن، نمیدونم. اما یه چیزی رو میدونم، به عنوان یک مسیحی نباید بی تفاوت باشیم. اگر مسیحی هستید، پیشنهاد برادرمون این بود، منو معرفی کرد، من گفتم دارم دعا میکنم. اما فکر نمیکنم پیشنهاد برادر ما بد باشه. چرا؟ چه اشکالی داره جایی که اپوزیسیون داره نشون میده از هر گروه، از هر باوری، از هر اندیشه‌ای تعدادی هستن برای ایران فکر میکنن، چقدر بیشتر ما که حاکمین هستیم باید برای ایران فکر کنیم. برای همین تشویقتون میکنم، لطفاً تشویقتون میکنم، به خاطر اینکه ما مسیحی ها امروز اقلیت دیگه نیستیم، باید در ایران آینده جایگاهی داشته باشیم. مبادا به تجربه این 40 سال بیافتیم. تشویقتون میکنم. اون سایت رو من نمیدونم میتونیم داشته باشیم؟ اون سایت رو بذارید روی تلویزیون. لطفاً برید روی سایت اگر مایل هستید، به عنوان اینکه مسیحیات بره بالا، اسم من اونجا اعلام کنیم. فقط میخوایم باشیم، فقط میخوایم باشیم، نه به عنوان افراد سیاسی. من هنوزم باورم بر این هست سیاست در طول هزاران سال کثیف بوده. بهترین سیاست، سیاست مسیح بود که صداقت درش بوده. پس دخالت در سیاست نیست، اما به عنوان حاکمین و پادشاهان باید برای ایران اندیشه بود و نام او رو جلال بدیم. آمین. بریم با هم دیگه نکته اول رو داشته باشیم. ساعت رو داشتیم؟ اینو عکس بندازید لطفاً. اگر کمک میخواید، برادر ما بهروز هست، رامین جان شما لطفاً کمک کنید. کیا میتونن در این رابطه کمک کنن؟ هر کسی میتونه لطفاً در انتها کمک کنید. خیلی هم ساده هستش و میتونید نه تنها اسم، 10 نفر رو میتونید بنویسید. افرادی که فکر میکنید میتونن
برای آینده ایران مفید باشن، حداقل نمایندگی کنن ما مسیحیان رو، میتونید شما اسم اون شخص رو بنویسید. بریم با هم نکته اول رو داشته باشیم. سپاسگزارم. همه بروشور داریم؟ اگر بعد از شما بروشور دارید، $500 ازشون بگیرید یه بروشور بهشون بدید. شوخی میکنم، بعد دست به کیف نشید بلافاصله. نه با شوخی میکنم، میدونستم بیشتر میگفتم. خب پس بریم عزیزی. خدا درکت بود به افتخار برادر علیرضای عزیزمون از خادمین خوب در اوکراین. آمین آمین. خب عزیزان، دست به خودکار بشید، بنویسید و تعلیم بدید. این همون قدرته. به دیگران تعلیم بدید، به همسرت، به دوستت، به همسایت یادش بده که با قدرت مسیح زندگی کنه. ما اینجا شعار نمیدیم عزیزان، گفتار درمانی نیست. چگونه میتوان چشماندازی ملکوتی داشت؟ یعنی نگاهی مانند نگاه مسیح داشته باشیم. یک، به ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس قدرت خواهیم داشت. اون نقطه چین رو قدرت بنویسید، یعنی اقتدار، یعنی اتوریتی خواهیم داشت تا به چشماندازی ملکوتی شاهد ببینم، شاهد اجابت دعاهایمان باشیم. قبل از این که بشه باید ببینیم و مطمئن باشیم که خداوند ما رو به موقعش برکت خواهد داد تا آنچه را که میبینیم رو لمس کنیم. آیات بسیاری هست اما وقت نیست، حتما توی مراحل بعدی در این رابطه بیشتر ساعت صحبت خواهیم کرد. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم. انجیل یوحنا 1:12-13. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. آمین. یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. آمین. 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 شاید در جمع ما کسی هستش که تازه ایمان آورده مسیح، واقعا نمیدونه، یا در بین بینندگان ما این رو بدونیم. مطابق کلام خدا فیلتر کن زندگیتو، تعلیم بگیر، در دعا باش، از خدا پری روح القدس رو بخواب. هر بار که مریضی میبینیم، اگر کار نداری یه روز من براتون کار درست میکنم. تو لس آنجلس اگر هستید برید توی بیمارستان ها سر بزنید. اگر زبان انگلیسیتون خوبه بسیار عالی، برای همه دعا کنید. حتی اونجا شما وقتی بگید تو بیمارستان بهتون اجازه میدن که این کارو بکنید. اگر خوب نیست برید بگردید و ایرانی هایی رو پیدا کنید که نیاز به دعا دارن، نیاز به قدرتی که درون شما هست رو دارن و برید براشون دعا کنید. و مطمئن باشید که خداوند شما رو برکت میده و اجازه ندید توی تجربه قرار بگیرید که مثل من که گفتم روح القدس به من گفت اما انجام ندادم و امروز نیست، حتی تا به امروزم من نگران و ناراحت هستم. لطفا لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم.